بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث ما شناخت اسلام است از منظر قرآن. می‌خواهیم عرض کنیم بینندگان عزیز توجه کنند، اسلام آن است که خود را بیان کند. تمام مسیحیون عالم می دانند کتاب شریعت مسیحیت همان تورات. در تورات آیه معاد نیست، بهشت و جهنم نیست، در حالی که طبق نقل انجیل تحریف نشده که قسمت های اون در اختیار بشره، در دین حضرت موسی بهشت بوده معرفی شده، جهنمی وجود داشته. حتی واژه ابلیس نیست. این کتاب شریعت مسیحیونه. اگر ما بخواهیم اسلام را بشناسیم و مسیحیت و یهودیت را بشناسیم که همه از ادیان ابراهیمیان، نکته‌های بارزی وجود دارد. حقانیت اسلام، حقانیت شخص مسیح، حقانیت حضرت موسی ثابت میشه. از طرف دیگر انحراف یهودی‌ها، انحراف مسیحیین و صحیح بودن مسیر اهل بیت اثبات میشه. یعنی ما در این جلسه اثبات میکنیم راستگویان همون کسانی هستند که قرآن تربیت کرده، راستگویان آن کسانی بودند که تورات انجیل تربیت کرده بود در زمان انبیا. بعدها دیگران آمدن به جای پیغمبر، تصمیم گرفتن دینها رو خراب کردن، آرمان ها رو عوض کردن. در این جلسه چند نمونه بیان می کنم تا نتیجه بگیریم که همه ادیان ابراهیم درست بوده، همه انبیا مبشران مهر و محبت بوده، همه انبیا به بشر عشق می ورزیدن، همه انبیا اخلاق تبلیغ می کردن، عدالت تبلیغ میکردن. اما میبینید در تاریخ این پیغمبران، حتی تاریخ اسلام جهانی، به نام دین جنایتی صورت میگیرد. اینها پس از حصول انحراف است. باید انسانهای با وجدان با در نظر گرفتن خود دین داوری کنند. آیا این دین حقه یا این دین باطله؟ میخواهیم بیان کنیم اگر جوانی، شخصی میخواهد دین انتخاب کند، فرض کنید قبلا لائک بوده، نباید برود عمل کرده کسانی که ادعا میکردن پیروین ادیانن. اگر عمل کرده حاکمان ادعایی پیروی از انبیا را مطالعه کنند، به درد نمیخوره. شناخت مسیحیت، شناخت یهودیت، شناخت اسلام فقط از طریق موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، پیغمبر اسلام علیه السلام و وصی، از آن کانال شناخته میشه. حالا من مثال میزنم. با وجود اینکه در تورات اصلا معاد نیست، بهشت نیست، جهنم نیست، و مسیحیون میفرمایند کتاب شریعت ما تورات، انجیل کتاب شریعت نیست، بیوگرافی حضرت مسیح. سوال، مگر در تورات گوشت خوک نجس نیست؟ چرا مسیحیون میخورن؟ مگر در تورات معاد انکار نشده، معادی نیست؟ پس چرا آقایان مردم رو دعوت میکنن به عالم خاص
عند الله به رضوان خدا شما که تورات رو به عنوان کتاب شریعت قبول کردید این کتاب شریعت اصلا بهش نداره پس میبینید متن صریح تورات حکمی داره به نام ختنه کردن تمام پسرها پس از تولد باید وجوباً ختنه بشه خب مسیحیان زیر بار نمیرن پس چگونه پیروان ممکن نیست کسی هم گوشت خوک بخوره و هم مسیحی باشه ممکن نیست کسی مسیحی باشه از اون طرف ختنه کردن رو قبول نکنه خب نه خودشون رو ختن میکنن و نه از گوشت خوک اجتناب میکنن مسیحی هم هستن بنابراین ما در صدد بیان تناقض رفتار پیروان ادیان را میگیم اینها ربطی به ادیان نداره مسیحیت عبارت است از اون تعلیماتی که حضرت عیسی یاد داد بسم الله بعد از حضرت عیسی چند نفر از این آقایان مسیحیان مثل عیسی فداکاری کردند عیسوی بشوید عیسی بشوید حجت بشوید این شعار قرآنه مثل موسی بشوید موسوی بشوید تا حجت بشوید نمی شود سرزمین بیچارگان را اشغال کرد به نام یهود اون هم پیروه چی؟ حضرت موسی موسی برای آزادی ملت ها آمده بود نه برای اشغال سرزمین دیگران بنابراین حضرت نوح، حضرت ابراهیم، موسی، عیسی، پیغمبر اسلام مژده آوردند آزادی انسانها از خرافات را امروز خرافات دنیا را گرفته به نام دین به دین ربطی نداره این انبیا برای بشر علم آوردند اسلام که آمد ابن هیثم آمد میوه درخت اسلامه فارابی آمد رازی آمد ابو ریحان ها آمد علامه هلی ها شیخ توسی ها شیخ مفید ها آمد شیخ انصاری ها آمد عالمان بزرگی که شب روز در خدمت بشر بودن مهربانی در حد اعلا داشتن علم تولید کردن هزاران کتاب نوشتن بار اسلام این بود آنچه که درخت اسلام میوه داد کتاب قانون بود کتاب تهذیب بود کتاب قواعد بود کتاب لمعه بود معجزه پیغمبر ما کتاب بود انفجار آدم کشی نفرت انگیزی در دین ما نیست دشمنان ما دین ما را متهم نکنن به اینکه مسلمین نسبت به دیگران نفرت ایجاد میکنن اسلام آمده بگه من همون نوحم نفرت در برنامه من نبود من همون ابراهیم و موسی و عیسی و رسول خدا هستم در دین ما نفرت نبود آقا برای شناخت دین اسلام شناخت انبیام مقیاس ماست من قطعه تاریخی نقل میکنم مرزای شیرازی بزرگ در سامر را پسرش را مرجع تقلید شیعه است و وهابی ها کشتن از آقا خواستن از قاتل پسرت انتقام بگیر قصاص کن فرمود هر دو پسر منن من پدر هر دو هستم انگار پدر هر دو هستم پدر میتواند پسر قاتل خود را عفو کند اگر پسر من یک پسر من پسر دیگرم را بکشه میتونم عفو کنم اون وهابی اگرچه دشمنی کرد پسر منو کشت اما من او را نمیکشم اسلام این بود در نماز سر پسر مرجع دیگر شیعه سید ابوالحسن اصفهانی را آیت الله العظما را
بریدن ایشان هم همون حرف زد آقا عفو پایه دین ماست اغماز پایه دین ماست این تاریخ زنده ماست رفتار مراجع ماست این از اسلام بنابراین آدم کشی ترور تروریسم بین المللی ایجاد کردن تروریست تربیت کردن اعتقاد به تروریسم در دین ما وجود ندارد بلکه دین آمده برای مبارزه با اینها چون قرآن گفته از ذوالقرنین آمده برای مبارزه با یعجوج و ماجوج که نماد تروریسم بین المللی است ولا حول ولا قوة الا بالله